آزمایش موشکای ایران هنوز در رسانه‌های گروهی مورد تفسیر قرار گرفته بررسی می‌شود. چند تن از بلند پایگان سیاسی در اتحادیه اروپا می‌گویند استناد اتحادیه اروپا و روسیه در شورای امنیت در رابطه با این اصل که راکت‌های ایران لغو اصل مفاد قرارداد هسته‌ای نیست یک اظهار نظر سطحی و عاری از دلیل است، زیرا عمدتا هر راکت دور برد را میتوان به کلاهک اتمی مجهز کرد. هدف ایران نابودی اسرائیل است، بنابراین امکان نصب کلاهک اتمی روی راکت های دور پرواز برای جمهوری اسلامی کار ساده است. سازمان جلوی بمب را بگیر با ایجاد شبکه‌ای وسیع با عضویت کارشناسان بزرگ هسته‌ای و تولید راکت اروپا برای اطلاع رسانی از فعالیت‌های رژیم ایران، نامه‌ای را که در هفته گذشته به پرزیدنت فیشر رئیس جمهور اتریش برای لغو سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف در اواخر ماه مارس نوشته بود، در رسانه‌های گروهی منتشر کرد. سازمان مزبور به مدیریت علمی شتفان گریگارد در نامه جداگانه به پرزیدنت اتریش که روز گذشته منتشر شد می نویسد وزیر کشور جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه خبری رادیو تلویزیون زیپ 24 برای اتریش صراحتاً می گوید نابودی اسرائیل دکترین ایران است. آن وقت دولت و پرزیدنت اتریش در جواب سکوت می کنند و در پایان ماه مارس فرش قرمز برای پرزیدنت ایران پهن کرده پشت درهای بسته با کسی به گفتگو می نشینند که نابودی اسرائیل را می خواهد. سازمان مزبور در نامه جداگانه به ضمیمه نامه به پرزیدنت اتریش می نویسد تعداد زیادی از روزنامه نگاران اتریش از نامه ما و خواست ما حمایت می کنند. در همین اطلاعیه که برای روزنامه نگاران ارسال شده، لیست کامل برگزاری جلسات سخنرانی سیاست و نقش ایران در خاور نزدیک و جهان به مدیریت همین سازمان از تاریخ 3 آپریل تا 30 ماه می در شهرهای مانند برلین و فرانکفورت آمده است. سازمان مزبور لیست دیگری از نشریات معروف و پرتیراژ سراسری آلمان و اتریش را به تعداد بیش از 11 نشریه فقط برای سال جاری منتشر کرده که پایان تحریم ها را اشتباه بزرگ غرب می دانند و خشونت های فعلی مولایان ایران را ناشی از این اشتباه بزرگ می دانند. ایرج ربیعی